نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه محک. من دکتر جاوید احور امروز ریشه های نوروستیزی و نسل کشی فرهنگی در منطقه را به بررسی میگیرم. قبل از دعوت نمودن از مهمانان برنامه، برای روشنی افکندن روی ریشه های تاریخی نوروستیزی اجازه بدین برش های تاریخی نوروز کمی بپردازیم. واژه نوروز از واژه فارسی میانه نوروز یا از واژه اوستایی نواکا راوکا گرفته شده است. سغدیان و خوارزمیان آغاز سال نو را به نام نوسارجی یا نوسارد یاد می کردن و روزهای اول یا نخست سال را تجلیل می کردن، جشن می گرفتن. گفته می شود که در اسطوره های قدیم ایرانی بنیانگذار و اساسگذار جشن نوروز جمشید و کیومرث بودند. از سنگ نوشته هایی به دست آمده از زمان هخامنشیان همچنان به اثبات می رسد که هخامنشیان و شاهان هخامنشی با جشن نوروز آشنا بودند. در رابطه به ریشه های تاریخی نوروز و اینکه کدام گروه نخست این جشن را برگزار میکردن، روایت های مختلف وجود دارند. گفته میشه که بابلی ها از نخستین مردمان بودند که این جشن را تجلیل میکردن. همچنان مورخین به این باور هستند که ریشه های نوروز و فرهنگ میترائیزم که از ادیان قدیمی آریایی هست برمیگردد و دو جشن بزرگ را پیروان میترائیزم برگزار میکردن، یک جشن نوروز و دیگر جشن مهرگان. ساسانی ها و اشکانی ها هم این جشن را تجلیل میکردن و در زمان ساسانی ها نوروز به دو دست تقسیم میشد. جشن نوروز به دو دست تقسیم میشد، نوروز خاصه و نوروز عامه. نوروز خاصه برای درباریان بود و نوروز عامه برای عموم مردم. نوروز عامه طولانی تر برای 6 روز و نوروز عامه برای درباریان بود که در روزهای اخیر نوروز عامه برگزار می شد و بیشتر در بین درباری ها و مخصوص به درباری ها بود. در رابطه به اینکه چه زمانی نوروز داخل بحث ممنوعیت قرار می گیره، مورخین به این باور هستند که در زمان اموی ها جشن نوروز ممنوع شد و نشانه های از تجلیل نوروز در بین درباریان اموی و عباسیان نخستین دیده نشد. به این باور هستند، محققین به این باور هستند که نوروز خاصه ممنوع اعلام شد و نوروز عامه همچنان ادامه داشت در زمان اموی ها و عباسی ها و در آغاز خلافت اسلامی مالیات سنگینی بر تجلیل نوروز وضع می شد. اما در اواخر عباسی ها برابر دلایل متعددی شاهان عباسی جشن نوروز از ممنوعیت بیرون کردند و گفته می شه که یکی از عوامل این تغییر در سیاست نوروز عباسی ها مسئله مالیات بوده. یعنی شاهان عباسی را گفتن که شاهان ساسانی در این روز مالیات هنگفت و هدایای هنگفتی از رعیت و حکمرانان دریافت میکردن و بهتر است که این جشن را از ممنوعیت بکشن چون به سود عباسی هاست. همچنان نمیشه از نقش سفاریان و طاهریان و سامانیان خراسانی در مشروع سازی دوباره جشن نوروز یاد نکنیم. یعنی حضور پررنگ مسلمانان تاجیک و فارسی دهه های اول تاریخ هجری باعث میشه که عرب ها کم کم راه را باز بکنن برای برگشت دوباره رسوم و عنعنات آریایی و ایرانی قدیم. به هر حال سلجوقی های جشن تجلیل میکردن
قراخانی ها تجلیل میکردن، غزنوی ها تجلیل میکردن، صفوی ها تجلیل میکردن، گرگانیان هند تجلیل میکردن. گفته میشه که بهترین و بهترین شکل و بهترین رقمش گرگانیان هند این جشن تجلیل میکردن. به هر ترتیب این جشن امروز در بیشتر کشورهای آسیای میانه، آذربایجان، ایران، در توسط مردم کردهای عراق و ترکیه، در افغانستان و قسمتی از جغرافیای هند هم امروز این جشن برگزار میشه. اما با برگشت طالب دوباره بحث ممنوعیت نوروز مطرح شد و ما دو سال است که شاهد برگزار نشدن جشن نوروزی خاصه هستیم، به این مفهوم که رهبریت طالبان این جشن را تجلیل نکردن و زمانش هم رسیده که ما دوباره بپردازیم برای شاهد تاریخ نوروز ستیزی و اجازه بدیم که برای بررسی و پرداختن به روش‌های تاریخی نوروز ستیزی و نسل کشی فرهنگی در منطقه امروز مهمان‌هایی را با خود داریم که ایشان را به معرفی می‌گیریم. دکتر عمر شریفی، استاد دانشگاه مینوسوتا و رئیس مرکز آمریکایی مطالعات افغانستان، وحیده کریمی، نامزد دکترا و خبرنگار روزنامه شرق، دکتر عبدالله راهنما، رئیس مرکز ترغیب ادبیات و فرهنگ ملی تاجیکستان. خوش آمدین به برنامه. دکتر سپر راهنما، از شما شروع میکنیم. میشه برای بینندگان و شنوندگان کانال رادیو امروز بگوییم که تاجیک ها چگونه تونستن در تاریخ معاصرشان در برابر نوروز ستیزی در عصر شوروی مبارزه بکنن و موفق شوند که شوروی ها را قناعت بدن که جشن نوروز باید عنوان جشنی ملی و جشن انسانی، جشن تاریخی برسمی شناخته شود. و همچنان اگر فرصت پیدا کردین کمی در رابطه به جایگاه این نوروز در تثبیت هویت تاجیکان، در تثبیت فرهنگ و تاریخ سیاسی تاجیکان صحبت بکنین. تشکر. سلام و احترام به همه شما. من میخواستم پیش از همه به تمام دوستانی که با ما در برنامه شرکت دارن و دوستانی که ما رو میشنون یک سلام نوروزی از دوشنبه از تاجیکستان برسونم و امین که در امین لحظه خودی واژه نوروز، خودی مفهوم نوروز ما رو از چند قطعه جهان با هم پیوست است، از آسیا و اروپا و امریکا با هم در یک لحظه لینک داده است. امی خودش یک اشاره به او رسالت نوروز است که نوروز در این حوزه تمدنی ما همیشه یک نقش پیوندگر داشته است. حاضر در این لحظه از جشنهای سنتی و تاریخی که در این حوزه بوده است، تنها جشن نوروز جشنی است که 12 کشوری منطقه در سطح رسمی در سازمان ملل متحد درخواست مقام بین المللی دادن اون رو دادن و در کشورهای خود اون رو همچون یک جشن رسمی سطح دولتی پذیرفتن. پس هنوزم نوروز همون نقش پیوندگری خود رو حفظ کرده است. ولی چون سوال خیلی مشخص بود که نقش تاجیکان یا مبارزه تاجیکان برای به امروز صاحب نوروز شدن یا نوروز را در این شکلی که امروز در تاجیکستان است یا کردن چگونه بوده است، من از امی سر میکنم که امی دیروز شام با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک فستیوال یا جشنواره نهایت بزرگ نوروزی برگزار شد. شاید شما از طریق شبکه‌ها دیدید که خودی رئیس جمهور، خانواده‌اش، تمام اعضای حکومت، نخبگان کشور حدوداً 20,000 نفر فقط کسانی بودند که از این جشنواره با لباس‌های رنگارنگ نوروزی
با رقص و سرود و نمایش های تئاتری از میدان گذشتند. همین وسعت همین جشنی که دیروز شد نشان میدهد که نوروز امروز در تاجیکستان به اوج تجلی خود رسیده است، به عنوان یک جشنی ملی و دولتی. بنابراین در تاجیکستان به طور رسمی در نوروز 6 روز تعطیلی دولتی است. من امروز آخرین روزش بود، فردا ما میریم سری کار. بنابراین این درباره مقامش، اما چی بوده به این رسیده، من تاریخ طولانی مسئله رو اینجا وقت نیست که مطرح کنیم، چند مرحله رو اشاره میکنم که برای ما مهم بود. یعنی بعد از اون که یک دوره نوروزی تیزی در آغازی آمدن عرب ها ما داشتیم، ولی بعد از اینکه در منطقه آسیای مرکزی و منطقه که من میتونم درباره تاریخش با اطمینان بیشتر صحبت کنم، بعدی پهن شدن مذهب حنفی که یکی از اصولهای اساسیش اعتراف عرف است، یعنی عرف مردم، رسم و آیین مردم محل را معمولا در اکثر منطقه‌هایی که این مذهب شکل اولیه این مذهب بوده است این کار نکرده است. بنابراین در این از دوره سامانیان ما هم در ادبیات رسمی هم در تاریخ منطقه میبینیم که یک نوع سازش بین نوروز و اون احکام حاکم دینی با وجود آمده است. شما ببینید که امین بیهقی در تاریخ خود در باره جشن نوروز در دوره غزنویان می نویسد، یک چیزی شوخی هم میکند که سلطان محمود غزنوی بیوست است که امین روز هفتم نوروز برای من بسیار خوش می آید، چون در امون روز عمرا و وزرا باید هدیه کنم برای شاه. یعنی امین دلیل این است که امین نوروز در دوره غزنویان که در تمام تاریخ ها سلطان محمود غزنوی همچون فاتح رفته هندوستان مسلمان کرده بود، شکست است چی کار کرده است، همچون یک شاهی بسیار سختگیری اسلامی سیف الدوله عنوان گرفته بود، سیف الاسلام. ولی نوروز رو در اون دوره به این شکل تجلیل میکرده در شکل خودی شاه. در دوره سامانیان داره، در دوره امیران بخارا که آخرین دولتی قبل از شوروی در منطقه ما امارت بخارا، نوروز حتی یک ماه جشن میشد است. مثلا یک دانشمند بزرگ قرن 19 میلادی است با نام علامه احمد دانش در کتاب تاریخ منقیطیه می نویسد که حتی تمام علمای بخارا، قاضی کلان یک قاضی القضات بخارا به نام قاضی کلان، رئیس، یعنی همه مقامات دینی، مدرسین مدرسه های دینی بخارا در جشن نوروز شرکت میکردند و حتی قاضی کلان بخارا، یعنی حالا امروز نمیدونم قاضی کلان در اون شکل نیست، در دولت های سنتی، یعنی که کسی که تمام امور دینی و مذهبی و معارف و حقوق در اختیارش بده، خودش دعا میکرده است در کشانده شدنی مراسم نوروز. مثلا می آمد می گفت خدای او این سال نو سال پر برکت شود، دولت امیر ما زیاده شود، اما متن دعاهاش هم آورده است. یعنی در بخارا های خیلی استاد صدرالدین عینی هم در یادداشتاش آوردن که در دوره امیر مظفرخان یک ماه نوروزی می شود، جشن گل سرخ می شود، جشن تماشا می شود، و در امیر بخارا میدان بسیار بزرگ است با نام نوروزگاه. یعنی بینید چی می خواستم بگم که همین مشکله حرام یا حلال بودن نوروز، بحث شرعی و فکری و عقیدتی در باره نوروز همیشه در تاریخ منطقه ما هم بوده است، ولی هرگز از دوره سامانیان تا دوره شوروی همین بحث پیروز نشده است. یعنی همیشه علمای فقهای کسایی در حاشیه بودند که تکفیر میکنن یا انکار میکنن یا قبول نداشتن، ولی فکر غالب بر این بوده است که نوروز همچون عرف پذیرفته است، به شرطی که در او مراسم های اعتقادی نشود، مثلا همچون جشن، همچون خورسندی، همچون آغاز سال، همچون جشن بهار،
همچون گردشی طبیعت بسیار وسیع استقبال میشه، خصوصا یک بخشای بزرگ هنری در زمینه نوروز شکل گرفتن. ولی از اینکه به او آتش اعتقاد داشته باشد یا او را همچون یک جشن مذهبی تجلیل کنند، این چیز تقریبا از بین رفته است. بنابراین من در امیجا در یک قوس باید بگم که کسانی که امروز تلاش میکنن که نوروز زرتشتی بدانن یا مطراحی بدانن یا به یکان دین آیین عقیده پیوست کنن، اونا به نوروز خیلی خطر وارد میکنن، چون دوباره شروع میشه همین که اگر این زرتشتی است، اگر این دین آتش پرستی است، ایدی آتش پرستی است یا ایدی کدام دینی هست، پس بسیار برای او مخالفین نوروز یک ارگومنت یا دلیل خوب به دستشان میدن. اما ما این خیلی میگیریم که نوروز بسیار فراتر از دین هاست، چون که امی بزرگترین نکته قدرت نوروز در امین است که با تفاوت از همه سالهای نوی تقویمی که ما امروز در جهان داریم، نوروز با این فرق میکند که در حقیقت در روز نوروز در طبیعت، در طبیعت تحولی واقعی رخ میده. مثلا اگر ما سال نو میلادی را 1 ژانویه قید میکنیم، عید میکنیم، لیکن همین شب 1 ژانویه در طبیعت هیچ کاری رخ نمیده، همین زمین همون گردش خود را ادامه میده. در دیگر سالهای نو چی سال هجری باشد چی قمری، ولی در شب نوروز همون آغاز یک دور نوی گردش گردون زمین کیانمش. بنابراین نوروز نوابسته از دین و سیاست و ایدئولوژی و عقیده و اینا، خودش همچه یک حادثه طبیعی موجود است. یعنی مهمترین نکته است. بنابراین بیرونی در آثار الباقیه بینید همین که بیرونی هم به زبان عربی هم به زبان تاجیکی فارسی دو کتاب درباره نوروز می نویسد. عمر خیام کتابی بزرگی نوروزنامه را نوشته است. همینا به این معنی است که در همون زمان این فکری محکوم شده و فکری مردود شده نبود است که بیرونی آمده نوشته است. بنابراین بیرونی در همین اصول باقیه میگوید که همه چیز اگر تغییر یابد، روز نوروز تغییر نمیابد. چرا؟ چون که به قرار و به فرمان یکان شاه پیغمبر یا کسی قبول نشده است. اگر فقط در همون زمان نوروز میشد تغییر کرد که همین گردش سیاره زمین اگر قطع کنیم یا گردش خورشید اگر باز استاد کنیم، بعد میشه نوروز تغییر کرد. بنابراین ما حتی دخالت نمیتونیم کنیم به نوروز همچون حادثه. ولی اون چی که به ما مربوط است این است که بزرگی نیاکان ما، بزرگی نمی مردم آریا، بزرگی مردم ایرانی تبار، نمی ما تاجیکا، شما همه مردم منطقه بزرگای ما، اجدادای ما، بزرگیشان در این بود است که در همون 5000 سال پیش توانستند که همین گردش زمین را، همین گردش خورشید را محاسبه کنند، همین شناخت از طبیعت داشته باشد و همین لحظه فرارسی سال نو را دقیق کنند. حالا ما میدونیم که استوار شدن نوروز تا دقیقه و تا ثانیه ای در تقویم جلالی عمر خیامی را کار کرد در دوره سلجوقیان، لیکن ای کمتر از 1000 سال میشه. لیکن ما 5000 سال پیش هم نوروز داریم، 4000 سال پیش هم، 3000 سال پیش هم. ای دو چیز نشان میده برای ما. مثلا ما تاجیکا وقتی نوروز و افتخار و جشن میگیم، هیچ تابش دینی، مذهبی، عقیدتی در او نیست. این است که مثلا افتخار ما در چی است که این جشن احیا و طبیعت است. دوم این که همین که میگفتم، یعنی بزرگان و نیاکان ما اینقدر قدرت فکری، اینقدر شناخت علمی طبیعی داشتن که در همون وقت توانستن همین لحظه گردیش، همین قانونمندی تغییری وقت را در طبیعت کشف کنند. این جای افتخار است. دوم جای افتخارش این است که یعنی ما از اول جهانبینی علمی طبیعی داشتیم.
من همیشه با شاگردا در دانشگاه میگم ای برادر، ما از اول همی گل و بلبل و شمع و پروانه و شیت و معشوق و همه فرنگی ما همی نبود. ما ولی اخیرا همی تا خدا آوردیم، در همی چیزا مختصر کردیم. اما استاد، اگر بیشتر کمی در رابطه با تاریخ معاصر نوروز ها صحبت کرد حال زمان میکنیم شروع. همه موزی میگم، یعنی ما آمدیم همه بزرگامون همی خیلی آوردیم در ادبیات خلاصه کردیم. مثلا عمر خیام ای پیش از همه ریاضیدان، فلک شناس، پدری تقویم، کسی که تقویم ساخته است، نوروز علمی کرده است. ما آمدیم با دو رباعیش افتخار میکنیم، ریاضیش و فلک شناسیش فراموش کردیم. عمر خیام در کتاب ادبیات استاد است، در مکتبی ما نه در کتاب ریاضی. بنابراین من دوستان میخواستم که این نوروز به معنای یک تاریخی قدرت علمی و شناخت طبیعی برای ما خیلی مهم است از نظر. اکنون در دوره معاصر، دو دقیقه بگیم، در دوره معاصر ما در حقیقت در دوره شوروی باز به یک مشکل دیگری روبرو شدیم که اینجا انکار دینی نوروز اگرچه نبود، ولی همچون یک جشنی کهنه و دوره فیودالی و دوره ارتجایی آن محدود شده بود. بنابراین در دوره شوروی که حدوداً 72 سال در تاجیکستان حکومت کرده است، ما چند موجی رو میبینیم که یک زمانی است که نگاه و اندیشه ها و فرهنگ ملی بسیار شدید است، سختگیری است. یک زمانی است که بسیار نرم است. بنابراین در هر دوره مناسبت به نوروز دیگر بوده است. ولی یک چیزی بسیار جالبی که شاید بر دوستانی خود تاجیکستان بسیار مهم باشه، من در این برنامه گویم، یک امی اخیرا در بایگانی مرکزی دولتی جمهوری تاجیکستان کار میکردم، یک سندی خیلی جالب دیدم که شما جمهوری تاجیکستان همی دولتی که امروز داریم سال 1924 با قرار اتحاد شوروی تأسیس شده است، ماه نوامبر سال 24. ولی گفتن که 3 ماه وقت میدین تا که در این 3 ماه به طور رسمی در یک مراسم پرشکوه جمهوری را، تأسیس جمهوری را اعلان کنید به طور رسمی. و این آمد به ماهای فورال مارتی سال 25. و همجا یک مکتوب از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان اون وقت نصرت الله مخزوم به استالین برابر شوروی همین مکتوب ده کرده است، گفته است که جناب استالی در امی آخر ماه مارت ما جشنی سری سال داریم، یعنی نوروز، اجازت بدید که روز اعلام جمهوری تاجیکستان را به عنوان دولت نوین در امی روز نوروز کنیم. و استالین هم اجازت داده است. میده یعنی این بسیار عجیب است که یعنی خود تولد تاجیکستان در روز نوروز شده است سال 1925. این البته یک چیز تاریخی است، ولی این نوروز و شکوه خود را به شکل امروزه البته پس از استقلال یافت. در دوره استقلال سیاست دولتی ما احیای ملی، احیای فرهنگ ملی در محور نوروز شده است، چون که نوروز هم بخش آخری سوال شما که جایگاهش در هویت ملی تاجیکان چی است، من خیلی میگم که ما نوروز رو امروز دیگر هم چه یک جشن، یک خورسندی نمیفهمیم، خیلی فراتر از این. دیروز هم در سخنرانیش رئیس جمهور یک گپ عجیب گفته، گفت که نوروز فقط دفزنی و دایرزنی نیست، این یک جهانی پر از معنویت و فرهنگ و فکر و اندیشه و ارزش هست که در محور نوروز جمع شدن ما او را احیا میکنیم. یعنی نوروز بینید اگر خیلی سادگی لباس ملی تاجیکی را نوروز حفظ کرده است. شما بینید همین که نوروز شد تمام کشور همون لباس های سنتی زیبای گلدوزی تاجیکی به تمام انواش می پوشد، با هر منطقه از خودش کلاب، ختلان، بدخشان، سوغد، حصار، رشت، لباس های خود، لباس مردانه، لباس زنانه، خصوصا لباس مردانه اساسا فقط در نوروز مانده است دیگر و در روستا. دوم همه خوراک و طعام و پخت و پزی تاجیکی را همه نوروز محفوظ داشته است. سوم ادبیات شفاهی مردم همه
بیت ترانه و ربایی و سرود در اطراف نوروز، هنری مردمی، تئاتر مردمی را نوروز حفظ کرده است. باز سنت های دولت داری، مثلا همین باز در تاجیکستان نوروز چقدر برگزار میکنند، چقدر که در نوروز نامه خیام آمده است، چقدر در بیرونی آمده است که روز اول، این روز دوم، این روز سوم، امی مثلا در اون وقت بود که روز پنجم، روز چهارم شاه شاعران و اهل ادب و اهل علم را به حضور میپذیرفت. همین حال هم در تاجیکستان در امروز روز میشد ملاقات رئیس جمهور با زیاییان، که به تاجیکی میگن زیاییان یعنی اهل فرهنگ، اهل شعر، ادب، علم. پس یعنی که به همون نوروزنامه های سنتی میخوان نوروز امروز برابر کن. این یک تلاش است و در نهایت از نظر خود ملی امی نوروز برای ما قدر مهم است که میتونیم که نوروز مثل شناسنامه فرهنگی ما، شناسنامه تمدنی، این از دو جهت است. از جهت این که نصاب که من یک جمله میگم تمام به، یعنی باش که باش. شناسنامه به این معنا که امی شما در شناسنامه دو چیز داری، یکی تاریخ تولد و سابقه و عمرتان است، یعنی امی نوروز که 5000 سال پیش است، همین داشتن این شناسنامه خودش قدیم بودن، باستانی بودن ملت را بیان میکنه. این یک جنبش. دوم که در شناسنامه با معلومات دیگری در باره شماست، همین که تمام فرهنگ ما از سابقه علمی تاریخی فرهنگی و امروزه ما، زبان و ادبیات هم چی در محور نوروز. پس میگم نوروز به همه معنی شناسنامه ملی ما است امروز. از این رو کسی که به نوروز هجوم میکنه، آنو بحثی که در برنامه، کسی که نوروز رو انکار میکند، کسی که نوروز رو حکم میکند، ما رو دیگه نمیگیم که این مخالف نوروز است، میگیم این دقیقا مخالف تمام فرهنگی ماست، این مخالف هستی ملی ماست، مخالف تمام مجموع ارزش های ماست. اون نمیخواد که نوروز نباشه، اون میخواد که این ملت با تمام ارزش هاش نباشه. بنابراین بحث مخالفت بعضی نیروهای نبین در قلمرو نوروز با نوروز، این بحث فقط نوروز است، این بحث هویتی ماست، یعنی تهاجم به نوروز این دقیقا تهاجم به تمام ارزش. سپاس شما دکتر سپرانوما. آره میرم سراغ دکتر سپ شریفی. دکتر سپ شریفی در یه آخر یک مقاله ای را هشت صبح به نشر سپرد که در اوجا ریشه های یا دلایل که طالبا برای ممنوعیت جشن نوروز مطرح کردن رو با بررسی گرفته و نویسنده سه دلیل میاره برای دیگه از طالب و میگه که طالب ها به این سه دلیل جشن نوروز را ممنوع قرار دادن. یکی این که ریشه های پیش از اسلام نوروز خیلی هویدا هست و غیر قابل انکار. دوم این که جشن نوروز در مناطقی که طالب ها و رهبریت طالب ها اونجا رشد کردن و بزرگ شدن و این عنوان یک جشن بزرگ و جشن مردمی قلمداد نمیشه. اشاره دارم به قبایل پشتو زبان که در مرز پاکستان و افغانستان زندگی میکنن. دلیل سوم را که نویسنده میاره ای است که طالب ها به خاطر تحمیل فرهنگ قبایلشون بر بقیه مردم افغانستان دلیل دینی میارن و پوشش دینی میدن، همون قسمه که تحصیل و آموزش دخترها را در سراسر افغانستان ممنوع قرار دادن بدون توجیه دینی، بدون توجیه تاریخی. در این مورد هم کوشش میکنن که فرهنگ قبایلی را بالای تمام جغرافیای گزیره حکمرانیشون از تحمیل بکنن. خب از یک طرف به عنوان یک تاریخ پژوه ایران ما میدانیم که شاهان دورانی بود جایی که در کابل حکمرانی داشتن هرگز خود را جدا از حوزه نوروزستان نمیدونستن، خود را مربوط به این تاریخ تمدنی و تاریخ فرهنگی میدونستن و اگر کمی در رابطه به ریشه های نوروز ستیزی در گذشته بپردازیم در جغرافیای افغانستان یک و دوم، جالب اینجاست که در یک از فتاوی که یک از ملاهای طالب یا یک از اعضای رهبریت طالب به نشر سپرده حتی نوروز به عنوان یک جشن بیگانه قلمداد کرده. خب
ایره ما درک کرده میتونیم که بگیم که این جشن یک جشن مجوسی است و پیش از اسلام وجود داشته، ولی این که یک جشنی که برای قرنها توسط مردم افغانستان به شکل گسترده تبدیل شده، چگونه میتونه یک جشن بیگانه باشه؟ پس ریشه های این بیگانه سازی فرهنگ بومی به کجا برمیگرده؟ خیلی خوشحال هستم اگر روی این دو موضوع بپردازیم در صحبت های دارم. سلام سلام، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین و باز بحث نوروز مطرح میشه. بر ما وقت اکثر نوروز گپ میزنیم، تمام دوره محصلی ما یادم میاد، چون اتفاقا من دکترای خودم سر نوروز نوشته کردم. البته نه نوروز تاریخی، نه نوروز من حیث ازی که تاریخش در کجاست. مثلا ما استاد گرامی از تاجکستانی را بسیار واضح توضیح داد که نوروز تاریخی را گفت. بر ما چیزی که بسیار اهمیت داشت حداقل همین سوال بود که ما چه قسم میتونیم که در یک اجتماع مثل جامعه افغانستان و مخصوصا در یک حوزه که بسیار ایدئولوژی زده هست، اگر آدم جمهوری اسلامی را ببینه، اگر مثلا آسیای میانه اتحاد شوروی را میبینه یا افغانستان را میبینه، که ما چندین موج رژیم های ایدئولوژی که در حداقل در همین یک مدت طولانی تجربه کردیم، مخصوصا در اول فوکس مثلا افغانستان بود. و تصور ما این بود که ما چه قسم میتونم که امی ام امی ما امی امی, امی, امی چطور میتونم این شاخصه اینه که بفهم که همین وقتی که ما افغانستان برای من کشور بسیار عجیب معلوم میشد، از یک لحاظ چون خب کشور خودم هست، اما از طرف دیگه من کوشش کردم که بفهمم که ما یک کشور بسیار متنوعی هستیم، یک گروه های قومی مختلف، زبانی مختلف، مذهبی مختلف ما داریم، یک تاریخ بسیار پرتشنج هم داریم، حداقل در 250 سال 300 سال گذشته، و از طرف دیگه ما تنش های فرهنگی رو گفتین، بحث های ارتباط امو بحث تقابل بین یک فرهنگ قبیله‌ای روستایی با یک فرهنگ نسبتا شهرنشینی را که بین ما داریم، که هم چیز و از طرف دیگه اقوام بسیار مختلف هم در افغانستان داریم. سوالی که بهش بسیار مطرح بود می بود که چطور افغانستان با وجود تمام از این تضادهای که را شکل دادن در یک دنیای مدرن که ما زندگی میکنیم، دنیایی که حداقل یک دنیایی که هم تجربه استعمار در منطقه خود داشتیم، هم دنیای پس از استعماری، در چرا افغانستان یگانه کشوری باقی مانده که با وجود تمام این مشکلات ها، حداقل اگر آدم از بنگلادش تا بوسنیا ببینه، یگانه کشوری است که در او هیچ وقت جنبش های تجدید طلبانه وجود نداشته، با وجود که نمی مسائل هست، هم جنجالش ام یک وقت جالبی که تمام اقوام افغانستان در اون طرف سرحد خود هم قومی های خود دارن، ولی ما هیچ که حداقل دمی با شکل گرفتن دولت مدرن در افغانستان در آخر قرن 19، ما تا بال هیچ و بالاخره جنگ های داخلی، تهاجم شوروی، جنگ مجاهدین، خود طالبان، چرا ای چی هست؟ ما یک جنبش تجدید طلبانه را که مثلا تقریبا در تمام کشورهای اسلامی میبینیم، است آسیای میانه رو گفتن نمیتونیم، ولی حداقل از بنگلادش اگر شروع کنیم تا هند بیایم، پاکستان بیایم، ایران رو ببینیم، ترکیه رو ببینیم، جمهوری قفقاز رو ببینیم، خاورمیانه رو ببینیم، در این وجود داره، ولی در افغانستان همین چیز مشاهده نمیشه. بازی ما به خود جرأت ندادم که سوال کنم که خیلی هویت ما چیز باختر کنم، با این معتقد هستم که هویت یک چیز ثابت نیست، طول زمان، مکان و شرایط تغییر میکنه، خصوصا که و سر بحث دین فکر کردم که دین هم میتونه من حیث یک پیوند، یک عامل فکر کنم که آدم اگر مطالعه کنه کوشش کنه که یک برداشت داشته باشه که چقسمی مردم های مختلف با هم پیوند دارن یا ندارن. ولی دین ما جنگ های داشتیم، نه جنگ های مثل دیگر جای جنگ های سنی و شیعه ما نداشتیم به شکل مذهبیش، ولی بین گروپ های مخصوصا جهودی و اسلامیستی که ما دیدیم بسیاری جنجال دارم. باز بالاخره کوشش کردم که گفتم کمی روزهای ملی خود پیدا کنیم، که روزهای ملی را ببینیم که شاید اینم یک چیز باشه که ما را به هم وصل کنه. دیدم که حداقل از دهه آخر قرن 19 که آدم میتونه با بسیار با سند سرش صحبت کنه تا همین حکومت جمهوری گذشته طالبان، روزهای ملی ما هر با هر دولت هر رژیم تغییر میکرد و هیچ تو یک چیز یک ثبات که مثلا ما کم دوره شاهی بود یا اگر دوره جمهوریت اول بود یا دوره کمونیستا بود یا دوره مجاهدین بود، یا هر کدام شکل روز خود با دیدم که حداقل باز فکر باز
دقیقا متوجه شدم که چی هست. در این مدت که بسیار طولانی هست، تقریبا چند سال که آدم با سنت میتونه سرش صحبت کنه، یگانه چیزی که بسیار واضح مانده که تقریبا گروه های مختلف مردم افغانستان از زبان های مختلف، از مذاهب مختلف، در یک روز یک رقم بدون مداخله دولت و بدون از اینکه از بالا با پایین باشه، بلکه از پایین به بالا، یک روز جمع میشن و یک چیز مشترکی را که تقریبا کلشان به یک نحوه از آنها با هم پیوند میتن تجلیل میکنن. و او هم احساس کردم که یک چیزی که در حقیقت ثابت مانده توی حداقل صد چند سال که من علاقه داشتم بفهمم، دیدم که این جشن نوروز در مزار شریف بود و این به ایمانان بود که به طور مثال کلگی با این موافق بودن، همگی یک دید بسیار مدرن از هویت و گپا داشتن، ولی حداقل مردم از گروه های مختلف. و چیزی که برای ما بود بسیار جالب وقتی که نوروز دیدم و دیدم که یک نوروز برای ما یک چیز بود که یک ارتباط بسیار مستقیم با مو دین و فرهنگ، با مو عقاید دینی ما داره، بخاطر که نوروز ما در یک افتتاح نوروز، با وجودی که افتتاح رسمیش در یک زیارت صورت میگیره که منصوب به امام اول شیعه است، ولی اکثر مردم که میرن در اوج اکثر سنی ها هستند، خودش یک جای دینی اسلامی هست، یک زیارت اسلامی هست، یک بنای تاریخی اسلامی است، ولی نوروزی که بسا پیش از اسلام هم یک ریشه های ما داشته مثل که ذکر شد در این تجلیل میشه. و جالبش است که در افغانستان یک بحث قومی که مثلا نمی که بحث های بسیار ناسیونالیستی قومی حداقل در بین طبقه روشن فکر ما که میخوان یک تعریف ناسیونالیستی از خود داشته باشند. مثلا بعض فارزبان افغانستان فکر میکنن که نوروز از ما هست، نه؟ و یک چیزی است که بازور به ایران بزرگ گپا وصل میکنه، ولی وقتی که آدم میبینه که ای مثلا اکثر کسایی که نوروز در طول حداقل 1000 سال گذشته و مخصوصا در طول 300 سال گذشته ازش تجلیل کردن، یا ترک ها بودن، شاید ترک تبار بودن، یا پشتون ها بودن و ای گپا، یا بالاخره امی تناقص ها مرا چی کرد که من گفتم خیلی چرا در برابرش قدر یک چی وجود داره، یک تصادم هم در برابر از این دمشه، یک مخالفت هم که از این وجود دارم، یک چیزی نیست که همه که بایش موافق باشن، مخصوصا ای که امی طبقه روحانیت و طبقه باز چیزی را که بسیار جالب دیدم که مخالفت که نوروز تنها یک مخالفت نبود که اسلامگرایان در افغانستان آخونده و ملاها میکنن. ما وقتی که رژیم کمونیستی قدرت گرفت و ما به اصطلاح گذار کردیم از امو دولت ملت را که در افغانستان در قرن 20 شکل گرفته بود، با انقلاب با کودتای کمونیستی پایان یافت، ما در حاله یک جنگ داخلی و بالاخره جنگ ایدئولوژیک و انقلاب اجتماعی شدیم، ما دیدیم که عین کار کمونیست های افغانستان هم در اول گرفته بودن به نام از اینکه یک پدیده ارتجایی است و ایگپا عین واکنش در برابرش داشتن که اسلامیست ها دارن، و یا یک طرفش چپ افراطی است، طرفش راست افراطی. باز وقتی که من فکر کردم دیدم که پس من چطور میتونم که درک بریم افغانستان، یکی طالبان چی میکنن امروز، نه؟ و تا حال بسیار یک بوی و رنگ قومی هم داره. وقتی که مثلا ما سر نوروز صحبت میکنیم، ما یک قسمت یک وقتی که مخالفت که نوروز هم سرش انتقاد میکنیم، کوشش میکنیم که از یک آینک یا یک چی میگن از آینک یا یک دوربین یا زربین قومی طرفش بسازل کنیم که مثلا یا قبایلی هستن، پشتونا هستن، مخالف هستن و ما شهرنشین هستیم، چطور و چه کار ما نیستیم در واقع. ولی باز وقتی که آدم چند سال پیش هم میبینه که تمام شاههای پشتون تبار که از کلانترین حامیای نوروز افغانستان بودن. خب بعد از اینکه سر از این سوال فکر کردم و کوشش کردم که امیر درک کنم که چرا مخالفت در برابرش است، و این مخالفت در برابرش یک مخالفت قومی هم نیست. ما در تقریبا تمام اقوام و افغانستان در بین خود فارزمان افغانستان قسمت زیاد ما داریم که با نوروز بگیم که اگاه این مجوسی هست، ما نمیخواییم میره بکنیم، ما مسلمان های پاک هستیم، ما میخواییم که اسلام را که خود ما میخواییم درش. با چیزی را که بسیار جالب دیدم کمی همین نوروز تقریبا برای من قرار گرفت در یک محور یک تحول کلانتره که جامعه افغانستان در اقل دست چند سال دیگه شکل دادن، و اویست که ما گزاره میبینیم، گزار دین میبینیم، خصوصا واکنش دینی را که در برابر ازی میبینم من که یکی کلانترین واکنش های منفی در برابر نوروز است. من احساس کردم که چیزی را که ما شاهد هستیم است که جامعه افغانستان در حال یک گزار مخالفت با نوروز تقریبا همزمان است با ای که اسلام در افغانستان که یک بحث عقیدتی تاریخی بود و ارتباط باش با تاریخ، با فرهنگ، با سنت ها، تقریبا گذار کرد تا در حال تبدیل شدن به یک آیدیولوژی شد، یک چیزی که شباهت زیادی به کمونیسم داره از بود آیدیولوژی که گفتم. به اسلام دیگه اسلام تنها عقیده و دین بر ما نیست، اسلام تبدیل شد به یک آیدیولوژی که دیگه در
همیشه خوب است و یک بدی هست. وقتی که اسلام من حیث اگر عقیده طایب اسلام من حیث ایدئولوژی آدم سر صحبت میکنم، اسلام عقیده یک اسلام تاریخی است، یک اسلام فرهنگی است، با اصول زمان شکل گرفتم، با دو ادبیات داریم، دو فلسفه داریم، دو کلام داریم، کلام داریم، تمام بحثایی که در قدم تمدن اسلامی در حوزه آسیا میانه و افغانستان مخصوصا دنیای سنی این منطقه شکل داده بود و همچنان در بعدا در دنیای شیعی که ارتباط پیدا کرد با حضرت علی و با امام و معاویه. ولی در افغانستان چیزی که واکنش کلان که سر نوروز به وجود آمد اونم واکنش بود کم زمان با تغییر کلی اجتماعی که در سطح کل مردم افغانستان ما میبینیم. یک که دیگه ما بر ما دین تبدیل شد یا آغاز تحول دین از یک عقیده که مبتنی به تاریخ بود به یک ایدئولوژی که بسیار متاثر از مدرنیسم است. یعنی بنان واکنشی که ما در برابر میبینیم همین با لاهایی هم که میکنن کار کرده یک شبا یک کار همین ای که مثلا دین دیگه بسیار یک دین ایدئولوژی است که خود ایدئولوژی شدن دین هم یک پدیده بسیار معاصر و مدرن است. یک پدیده هست که تقریبا ما مدرن تر وقتی صحبت میکنیم بیشتر چیزهای مثبت و غربی گراییش فکر میکنیم، ولی بحث دیگه مدرنیته تمامیت خواهی کلی است، همگون سازی هست دیگه. یک اسلامی که در افغانستان بود که در اون تنوع یک بسیار واضح بود و پذیرفته شده بود، از خاطر ما گروه ها و فکری مختلف در طول تاریخ داشتیم، یک اسلامی که دیگه بسیار مدرن است، همگون باید باشه، همگی یک تصنیه، همگی به شکل منظم کتگوری شده در کتگوری های خاص قرار بگیره که از پدیده های مدرنیسم است. از اون خاطر من نوروز واکنشی که در برابر نوروز صورت میگیره یک واکنش تنها احساسی نیست، یک واکنش اجتماعی است که من فکر میکنم که تقریبا تمام ابعاد اجتماعی فکری ما را متاثر ساخته و این مستقیما ارتباط داره با بحث عقیدتی ما که تحول دین از یک پدیده تاریخی فرهنگی عقیدتی به یک پدیده مدرن و ایدئولوژیک است و امروز امی ما را شکل داده و همین بحث ایزی که ما نوروز چه رقم قبول میکنیم یا نمیکنیم. من فکر میکنم که برای بسیاری مردم عادی افغانستان این بسیار اهمیت از این نداره که تاریخ از چه قسم بوده تا حد، ولی که خود چه قسم در این دنیای معاصر بسیار پرتنش و پر معلومات میخواین تعریف کنن، برای بسیاری که در برابر از میخواین واکنش مثبت میتن ایره میپذیرن، این یک پدیده هست که برای زیا نوروز یک بستر عقیدتی فکری میبینن که در ریشه در تاریخ فرهنگ من دارن و او گروپ های که مخالف هم هستن با کش بکنه یک تعریف مدرن تری از خود بتن و اسلامگرایی و ایدئولوژی که امروز منطقه را در کام خود فرو برده و منطقه را بسرا بلعیده، نه تنها افغانستان را منطقه را بلعیده. اما واکنش در برای شما بده چون یک اویده بنایس یک پیده میبینه که در برابر امو گفتمان ایدئولوژیکش یک گفتمان متقابل ایجاد کرده. بنان ما پایی تضاد هم میبینیم و خصوصا چیزی را که بازی را بسیار مشکل تر میسازه حداقل از دید گفتمانی. من بسیار کوتاه صحبت میکنم که وقت دیگران را نگیرم چون وقت کم است، همه آخرین گپ میدارم. نوروز در افغانستان با بحث حکومت سازی بسیار ارتباط و مستقیم داره. در نوروز افغانستان تا حد متفاوت است از نوروزی که مثلا در ایران یا تجلیل میشه، یک ما یک پدید یک 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 عنصر دیگه هست به نام جنده بالا، یعنی علم حضرت علی رو بالا میکنیم، ولی وقتی که از لحاظ سمبولیک بر آدم میره مطالعه میکنه میبینه که تنها کسی که حق داره که در روز نوروز جنده رو بالا کنه یا حاکم مملکت است یا نماینده حاکم مملکت است و یک نوع به شکل بسیار سمبولیکش نشان میده که کی مشروعیت حکومت داری داره در افغانستان. ولی جالبش است که تمام روند از طرف دولت برگزار نمیشه، دولت کمترین نقش در نوروز داره. وقتی که من مطالعه کردم زیادتر نوروز جامعه مدنی کس اهل کسبه، گروه های تجاری، جوام بساب اهل کسبه و مردم های مختلف از طریق دونیشن از طریق پول یا نوروز برگزار میکنه. دیگه از او خاطر نوروز چون از یک طرف ارتباط با مشروعیت سنتی حکومتی هم در افغانستان داره، یک بالاخره به یک میدان تبدیل شده که در او یک دین ایدئولوژیک، یک برداشت ایدئولوژیک از دین با یک برداشت تاریخی فرهنگی از دین و هویت در تصادم قرار گرفته. اگر من فکر کنم که دقیقا 15 دقیقه من صحبت کردم کمی را کنم جمع کنم من. تشکر دکتر سیب شریفی از توضیحات خیلی خوب شما. خیلی خوب شد که در این مقطع بحث روی نوروستیزی به این نتیجه رسیدیم که نوروز به عنوان یک جشن نه تنها جایگاه خاص در بین عام داشته،
در سیاست و بحث و گفتمان مشروعیت و حکومت داری هم جایگاه خاصی در تاریخ معاصر افغانستان داشته و خوب است که در این زمان از مهمان سومی برنامه بانو وحیده کریمی بپرسیم که جامعه مدنی ایران چگونه در مقابل اسلام مدرن به اصطلاح دکتر سیف شریفی موفق شدن و نگذاشتن که نوروز یا تاریخ پیش از اسلام ایران به حاشیه برن. خب اگر نوروز به عنوان یک بخشی از تاریخ قبل از اسلام ایران بپردازیم یا چگونه این گفتمان چگونه نظام مذهبی حاکم و روشنفکران مذهبی ایران با تاریخ پیش اسلام نوروز کنار آمدن و آیا خطر متوجه جشن نوروز در آینده سیاسی ایران هست؟ سلام به شما مهمانتون و نوروز رو هم تبریک میگم. داستان ایران یه خورده متفاوته با کشورهای همسایه و افغانستان. واقعیت این هستش که ما هم در ایران نوروز ستیزی رو به شکل جدی 40 سال باهاش مواجهیم. اما برگردیم به ریشه هاش، قبل از اینکه وارد بحث نوروز ستیزی و اون بحث اسلامی شدنش و داستانهایی که داره بشیم، مردم ایران خودشون رو صاحب نوروز میدن. این صاحب نوروز دونستن یه خورده سرزمین نوروزستان بسیار گسترده، ایران باستان بسیار گسترده بوده. مردم ایران دایه دار هستن و معتقدن جمشید در مثلا منطقه تبریز کنونی بود که تاج گذاری جمشید بود که نوروز رو آورد. زایش زمین و زایش خورشید رو روز اول فروردین رو بسیار براشون ارزشمنده و پاسداش بود. این که بیایم و این رو از این مردمی که بسیاری بسیار عمیق ریشه دوانده در سنت هاشون ازشون بگیریم کار آسانی نه. بماند که بنیادگراهای اسلامی در ایران در ستیز جدی با تاریخ بودن. فقط نوروز نیست. ما در ایران فقط نوروز ستیزی نداشتیم. با تاریخ مشکل داشتن. برای همین نوع مبارزات ما یک کمی جدی تر بود و احساس خطرمون بیشتر. درسته بنیادگرایی اسلامی نتونسته در ایران بر تاریخ پیروز شه، اما امروز احساس خطرش رو در افغانستان ما داریم میبینیم، حتی در ایرانی چند سال آینده. همین الان هم ما میشنویم زمزمه های این که نوروز جشن سلاطینه. چرا؟ چون در تاریخ ایران تا قبل از جمهوری اسلامی ایران در انقلاب 57 1987 سلطنت ها پادشاهی بوده در ایران، ریشه دینی هم داشته، قاجاریه بودن. پهلوی هم همینطور، در دوره پهلوی بسیار بزرگ و مجلل برگزار می‌شده نوروز. با توجه به تغییر حاکمیت، نگاه به نوروز نگاه پادشاهی بوده و هست در این 40 سال. بنیادگراها وقتی میخوان یا اسلامگراهای رادیکالیست وقتی میخوان حمله کنن، این جشن رو پادشاهی قلمداد میکنن و حمله میکنن از این زاویه. بیشتر از آنچه که دینی بخوان حمله کنن، از این زاویه دارن حمله میکنن. به همین دلیل ما در دو جبهه داشتیم میجنگیدیم. جامعه نخبگانی ما در دو جبهه جنگیده. یکی در حفظ تاریخ خودش، یکی در حفظ رسومی که داره اون تاریخ رو زنده نگه میداره. زنده نگه داشتن تاریخ در ایران واسه ما خیلی پروسه سختی بوده، تا جایی که سالها حضور پادشاهان هم نفی میشده. همین الان حرف زدن از پادشاهان هم سخته در ایران. بماند که امسال آماری که امروز از بازدیدهای نوروزی منتشر شده، بیشترین بازدید ایرانی ها از تخت جمشید داشتن و از کاخ پادشاهانی. ببین مردم ایران مبارزهشون مبارزه عملگرایانه است. این حلقه مفقوده در کشوری مثل افغانستانه. یعنی جامعه نخبگانی ما تونسته این رو زنده نگه داره، کاری که شما الان دارید میکنید، بحث کردن راجبش، شناختن اون بحرانها، گلوگاه‌هایی که مانع ورود بحران به زندگی عادی مردم میشه. وقتی مردم یک چیزی رو با گوشت و پوست و خون خودشون پذیرفتن، جدا کردن از اون خیلی سخته. مردم ایران رو سال هاست که دارن میگن که هفت‌سین معنایی نداره. چرا دارید میذارید؟ یک، ما داریم، نمیدونم در افغانستان هم فکر کنم به شکل دیگری، سبز و سمنو و اون هفتایی که میذاریم، بعد ماهی زنده.
ولی مردم حاضر نیستن این نمادها رو ترک کنن. میخوام بگم مبارزه فقط مبارزه گروهی نیست، گاهی فردیه، و در ایران این مبارزه فردی تک به تک به قوتش داره ادامه پیدا میکنه. اما همین الان هم در ایران نماینده مجلس، نماینده ادوار مجلس ما گفتن که ایرانی ها نباید جشن نوروز رو امسال میگرفتن چون در غزه جنگ هست. ببینید هر چیزی رو وصف میکنن به اینکه نباید این جشن برگزار شه. دلیل اینکه نمیخوان برگزار شه، من معتقدم این بنیادگراها، این اسلامگراهای رادیکالیز، این افراطی ها معتقدن که برای رسیدن به هدف والای خودشون، اون تمامیت خواهیشون، باید تنوع ستیزی رو سلوحه خودشون قرار بدن. ببین تنوع زدایی وقتی بشه، وقتی جامعه به سمت یک دست شدن بشه بره، قومگرایی حذف بشه، جامعه یک دست شه، اون خالص سازی رخ بده، ریشه های فرهنگی کم کم سوس میشه، حلقه های اتصال جامعه بزرگ ایران قدیم، اون فرهنگ هایی که به هم وصل شدن اصلا جدا خواهند شد. این حلقه اتصال زبان، فرهنگ، آیین و رسوم یک بخش مهمش نوروزه، چون به زبان پارسی هستش، رسوم رسوم پارسی هستش، همه با هم همزیستی دارن، با هم تعامل دارن، به هم انرژی مثبت میدن. و این فهم ما برگزاری مراسم در تاجیکستان رو در ایران نگاه میکنیم، برگزاری مراسم در افغانستان رو خب تا قبل از اومدن طالبان پیگیر بودیم، در حتی اگر صدای من رو دارید، بله بله دارم. این که ما پیگیر هستیم مطمئنا مردمان سرزمین های دوست و همسایه ما که زبان مشترکی داریم یا فرهنگ مشترکی داریم هم پیگیر هستن. این داره ما رو به هم وصل میکنه، یک ایران بزرگ، یک رابطه معنوی بزرگ رو. این رابطه معنوی خیلی دلچسب تندگراها، افراطیگراها نیست، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در جاهای دیگر. فرقی نمیکنه، طالبان هم با اسم اینکه حکم خدا نیست نوروز داره مقابله میکنه، در ایران هم ما اینو شنیدیم که در اسلام که حکمی براش نیست. اما با اینکه ما حالا دین شیعه گستره بیشتری در ایران داره و ما همین الان هم وقتی سال نو میشه یک دعایی رو میخونیم یا محول الحول و الاحوال رو که میخونیم، نقلی که از امام صادق هست، یعنی میخوام بگم پیوند دین و پیوند اون تاریخ باستان رو مردم حفظ کردن. هیچ تقابلی بین دین و آیین و رسوم سنتی ایران باستان وجود نداره بین مردم. وقتی مردم این رو پذیرفتن، حاکمیت هر چقدر هم بخواد تلاش کنه نمیتونه از مردم بگیره. فکر میکنم دلیل اینکه ما تونستیم کمی حفظش بکنیم برمیگرده به همین تفکرمون. تقابل نداشتیم و آنچه که دوست نداشتیم رو نپذیرفتیم و آنچه ریشه در تاریخ، ادبیات، فرهنگ ما داشته رو حفظ کردیم، کمی هم تغییرش دادیم. اما همه جا هم گفته شده هیچ منع اسلامی در هیچ آیه‌ای در هیچ روایتی وجود نداره. در اسلام بالاخره برای ثبوت یک حکم باید آیات و روایت مستدلی باشه. وقتی وجود نداره نمیتونیم بیایم حکم بر حرام بودن بدیم. اصلا حکم بر حرام بودن در ایران این بحث خیلی مطرح شده، یک خودش بدعته، حرام اعلام کردن بدعته وقتی هیچ شما مستند دینی برای اون ندارید. برای همین نتونستن بیایند و بگن که حرامه. من فکر میکنم بخش مهم موفقیت مردم ایران برمیگرده به همین، تقابل ندارن، خودشون تک به تک، خانواده به خانواده دارن حفظش میکنن. و نکته مهم اینه که در عید نوروز در ایران 13 روز تعطیلیه، فکر میکنم از همه کشورها بیشتره. 5 روز ادارات و بانک های ما تعطیلن و 13 روز کلا کشور، واقعیت اینه که تعطیله. خود ما روزنامه نگارها هم 13 روز، روز 13 به در که جشن طبیعت برای ما ایرانی ها هست و به طبیعت میریم، پایان تعطیلات و خیلی باشکوه داره برگزار میشه. سالها تلاش بوده که بر اساس قانون این تعطیلات کوتاه بشه، حذف بشه و زندگی مردم کنار بره. این اتفاق نیفتاده. شاید من نگرانی ما این هست که در نهایت بیان این کار رو بکنم با تغییر قانون، ولی باز مردم تن نمیدن، اصناف تن نمیدن. اما یه فرقی هست، تن ندادن ما مجازات قانونی نداره، اما الان با حضور طالبان در افغانستان مجازات قانونی وجود داره. ترس و ارعابی که ایجاد کرده، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل ما عمل کنن مردم. وقتی نمود بیرونی پیدا میکنه، برخورد میشه، خب اون هدف هم همینه، هدف طالبان حاکم بودن با ترس و ارعاب و وحشته. برای رسیدن به این هر چیزی رو که بتونه
به اهرم فشار تبدیل کنه استفاده میکنه، مثل زبان فارسی که ممنوع کنه، مثل عید نوروز که بخواد حرام کنه. اینها بیشتر از اون که خودشون نوروز قبول نداشته باشن، دارن به عنوان یک اهرم فشار بهش نگاه میکنن. اهرم فشارشون هم ضمانت اجرا داره و اون مجازاته، چیزی که حالا ما تو ایران حداقل نداریم. برمیگردیم با استاد رهنما. استاد، شما در صحبتهایتان یاد کردین که نوروز حیثیت شناسنامی ملی تاجیکان داره، یعنی همون قسمی که یک پاسپورت یا گذرنامه برای یک شهروند اهمیت دارد، نوروز در تاجیکستان همون حیثیت را داره. مثلا در تاجیکستان در این اواخر کاخ نوروزی هم افتتاح شده که یک از پرفشن‌ترین و بهترین کاخهایی است که در تاجیکستان ما شاهدش هستیم و من خودم بیننده و زیارت کننده این کاخ بودیم و واقعا هم خیلی یک کاخ باشکوه است. خب، بحثی که در رابطه با نوروز وجود داره ای است که این بحث جشن باستانی هست و این جشن ایرانی هست، ولی این جشن به عنوان جشن ملی در قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان قلمداد میشه و اینا کشورهای ترک زبان هستند و با در نظر داشت این که آذربایجان و ازبکستان نقش بس مهم را در معرفی و در معرفی جایگاه باستانی نوروز در سازمان ملل بازی کردند، چطوری میشه که این معما را حل بکنیم که اگر قرار باشه ما بگیم که این جشن ایرانی هست، پس این جشن میشه گفت که این در کنار این که جشن ایرانی هست، این جشن ترکی هست و بخشی از تاریخ ترک هم قلم داد میشه، و خصوص صحبت های دکتر سپ شریفی را اگر داخل بسازن در این پرسش کنو یاد کردن و کردن یاد کردن که شاهان ترک و پشتو زبان این جشن را تجلیل کردن و برگزار کردن و ما فارسی زبان ها را نمیتونیم که یگانه صاحب جشن نوروز بدانیم. خب، اگر در رابطه با این بحث کمی بپردازیم که آیا فارسی زبان ها صاحبان تاریخی جشن نوروز هستند و یا اینکه ما باید از اون فصل بحث ها بگذاریم و جشن نوروز به عنوان جشن بین‌المللی و جشن فراملی به رسمیت بشناسیم. ممنون. خب، تشکر. من از دو نفر دانشمندانی که تا این لحظه صحبت کردن و بسیار چیزای خوب، نکته های خوب و مهم گفتن تشکر میکنم. در همین سوال مشخص من از این آغاز میکردم که خودی نامی همی جشن که نوروز است در هر کجا، در محیط ترکیه است، در محیط عربی است، در هر کجایی که صدا دهد همین نامی نوروز میگوید که این از کجا آمده است و از کجا بیرون آمده است. این بسیار مهم است. اما کشورهای همسایه هم که جشن میگیرند حداقل با همین نامش میبرند. این تمام. دوم این که ما در حقیقت، من از زمین آغاز کردم که 12 کشور منطقه یا حوزه نوروز امروز این جشن رو به عنوان جشن ملی خود میدانند، زیرا این تمدن ما، ارزش های تمدنی ما طول 100 ساله ها در این منطقه حاکم بود. و شما اشاره کردید که وقتی که در اینجا نوروز در این کشورهای آسیای مرکزی یا غیره بیرون از حوزه فارسی زبان جشن میشه، تلاش میکنن که ریشه های آریایی و ایرانی رو کمتر ذکر کنند، بلکه به بهار و طبیعت اینو. ما خرسندیم به هر عنوانی که نوروز ما رو در هر کجای جهان جشن بگیرند، این افتخار است. با این مخالفت داشتن خوبه، ولی از این که برای ما چی است، ما ببینید درباره نوروز، اول اینکه در همه روایت هایی که به جمشید و به کیومرث و به هوشنگ این جشن نسبت میده، یا شاهان سلاله آریایی و ایرانی است که تاجیکان و مردم فارس زبان میراث بریان است. این یعنی تاریخ نوروز دقیقا تاریخ آریایی و ایرانی است.
دوم اینکه این قدر ادبیات تاریخی که ما درباره نوروز داریم همچه صاحبان نوروز ما به معنای نمی مردم فارس زبان که هم خراسان و هم ایران و هم تاجیکستان در نظر دارند هیچ قوم و ملت دیگر ندارند، ولی اونا هم چون در تاریخ مشترک با ما زندگی کردن این جشن میراث بردن از تاریخشان. مثلا همین حاضر در تاجیکستان جشن سال نوی مسیحی کریسمس این قدر وسیع جشن می شود، ولی ما همچون صاحبان کریسمس جشن نمیگیریم، ولی چون در دوره شوروی بخشی از این تمدن بودیم، بخشی از این فرهنگ بودیم، هنوز هم مردم ما کریسمس میکنند. یا که نمی روزی مادر 8 مرد، روزی زن، روزی زن از دوره شوروی مونده است ولی در شکل 2 سال. یعنی اونا ملت هایی که در دایره تمدن ما، ولی من نمیخوام یک کلمه ای که تبعیض بیان کنه بگم، یعنی اونا به هر حال اینجا تمدن حاکم تمدن نوروز بود، تمدن فارسی بود، اونا ریزخارای همین تمدن هستن، بنابراین اونا جشن میگیرن، ولی ما خرسندیم با این زید نیستیم. اما در آخر من یک نقطه که به صحبت طالبان و نوروز میخوام اضافه کنم، شاید دیگر فرصتی صحبت نشود. باید من گفتم که از بین مذاهب اسلامی مطرح در منطقه ما مذهب حنفی در سطح فقه عملی خود با نوروز سازش کرده است. ما را در تجربه هم خراسان هم ماوراءالنهر داریم، هم یک شایع خراسان و یک شایع بخارا و وقتی می آمد است به نوروز او حتما پشتش ده فتوای مثبتی علمای دینی حنفی را داشته، زیرا در بخارا به اجازت علمای بخارا به اجازت علمای حنفی امیر آب نمیخورد میگفتند. بنابراین یعنی محیط دینی حاکم بر خراسان و ماوراءالنهر که امروز میگه آسیای مرکزی افغانستان، محیط حاکم بر این بوده است که نوروز مشروع است، قبول است، مردمی است، با اسلام مخالف ندارد. ولی چرا طالبان همچون گروهی که در گروه شناسی همچون نماینده مذهب حنفی اعتراف میشد ولی من نوروز تکفیر میکنه یا ممنوع میکنه؟ اینجا دو مسئله است، یکی این که همون مسئله مخالفت قومی است به معنای که نوروز رو بیشتر یک قوم یا یک بخشی از مردمان پرچم کردن، دوم این که همین از نظری فقهی، ولی خیلی گپی تخصصی است، من میخوام برنامه رو خراب نکنم ولی میتونید اونجا شب ببرید، و از نظر فقهی اگر طالبا پیرو مذهب حنفی باشن، از نظر عقیدتی این حنفی تحول یافته است، این حنفی دیوبندی است، تقریبا حنفی با عقیده سلفی است. انا برای این از جمع حنفی سنتی و سلفی تندروی بنیادگرا این یک گروه ساخته شدند، بنابراین او میگه که همچون حنفی هستم ولی فتوای حنفی، من همچون کسی که این موضوع رو کار کردم در تمام کتب معتبر مذهب حنفی از دوره امام ابو یوسف و امام محمد که دو شاگرد ابو حنیفه تا نمی روز علمای رسمی با اعتبار حنفی فتوای ضد نوروزی ندارن. بنابراین اون چی که در اون جمعه شد از دیگر جا آمده چی در نظر گیریم خاص حنفی سنتی ماوراءالنهری و خراسانی نیست. برمیگردیم به دکتر سب شریفی. دکتر سب، شما در صحبتهایتان مفصل روی تاریخچه جنگ بالا پرداختین، ولی من کدام ملاحظه در رابطه با صحبتهای شما به خصوص در رابطه با پیوند جنگ بالا با تاریخ صدوزایی ها ندیدم، با بیشتر شانه شما روی تاریخ واپسین دورانی ها بود. خوب است یک کمی شما در رابطه با تاریخچه این چند بالا در زمان احمدشاه دورانی و پیش از او در زمان شاهان غیر دورانی، در شاهان گرگانی مثلا بپردازین. همچنان برای من به عنوان یک تاریخ پژوه یک پرسش مطرح است که شاهان دورانی برای جنگ بالا چرا، اگر دورانی ها
بنیانگذار این فرهنگ سیاسی جنبالا هستند و نقش داشتند در برگزاری این مراسم. گرچه این مراسم را شما یک مراسم مردمی قلمداد کردن و گفتن که خیلی هم وابسته به نظام حاکم نبوده و یعنی به شکل مستقل توسط مردم برگزار شده، ولی با آن هم اشاره کردن به اینکه علم را پادشاه به دست می گرفتن. خب به هر صورت اگر میشه در رابطه با این موضوع کم صحبت بکنیم که در زمان دورانی ها چرا یک شهر دیگری برای جندبالا انتخاب نشد؟ به خاطر که بلخ یک شهر میثاقی، یک آدرس میثاقی برای دورانی ها و غلجایی ها نبوده و پس زمان ها اقلیت بسیار کوچک را در بلخ تشکیل میدادن و میتن امروز هم. چطوری مثلا این معما را میشه حل بکنیم؟ چرا مثلا قندهار انتخاب نشد برای مراسم جندبالا که میشد اینجا جشن در کنار خرقه مبارک در شهر قندهار برگزار میشد، یا در کابل این جشن برگزار میکردن به جای بلخ؟ امی با قید زی اگر ما صحبت آغاز کنم میکیم نوروز در افغانستان تنها یک چی نیست، یک بسیار فرهنگ عامه هست. وقتی که ممنوع هم شد ادامه پیدا کرد بین مردم و دیگه انوز هم ادامه دارن. فقط رژیم های مختلف خصوصا در قرن 20 کوشش کردن که با این یک فرهنگ یا فستیوال بسیار عامه در او خود شریک بسازن و از یک کسب مشروعیت کنن. دوره اول که طالبای و بعضی روشن فکران مخصوصا بعد از قرن 20 کوشش کردن که بسیار جنبه قومی بسیار شدید بتن و ناسیونالیستی شدید بتن، ولی در بین مردم عادی اخدمی مثلا ما سند داره میبینیم که در قرن 19 بسیار واضح ادامه داشت، در قرن 20 ادامه داشت، طالبا ممنوع کردن هنوز ادامه داشت، بعد از سات طالبا ادامه پیدا کرد، امروز هم طالبا ممنوع کردن ادامه پیدا میکنه. یعنی دقت امیر بخواه شامیست که کمتر روشن فکر، کمتر دولت، بلکه زیادتر مردم عادی را شدند. اما در مورد جندبالا ما دورانی چی هست؟ ما بسیار سند محدود داریم که بفهمیم که از کجاش رشده، ولی چیزی که قطعا گفتم میتونیم ما در دوره تیموریا هست، در اسکندرنامه جامی ما میبینیم در قرن 15 وقتی که زیارت حضرت علی توسط دوره تیموریای هرات ساخته میشم، در این زمان ما میبینیم که یک فرهنگ جندوال وجود داشته. وقتی که دورانیان به طور مثال بدن گرفتن، ما فکر کردم که دورانیان بیشتر از اینکه خود ذاتا یک رژیم پشتونی بودن، خود یک میراث دارم و یک رژیم های تمدنی که در منطقه از لحاظ سنتی حاکم بود به این شکل خود میدیدم. از خود زبانشان فارسی بود مثلا، نه ما میفهم که تمام شاهان دورانی پشتون صحبت نمیکردن، یا خود ذاتا از اینکه و یا کوشش کنم که سنت های حاکم دقت چی کنن داخل خود بسن، چون یک بحث یک سلطنت بود، یک رژیم یک رژیم سلطنتی بود و فقط معیارها و سمبولای سلطنت در منطقه بسیار واضح بود، یک تاریخ هزار ساله داره و از او استفاده میکردن. اما در قرن 20 که به حساب ارتباط پیدا میکنه مستقیم که بحث از که تنها یا پادشاه یا رئیس جمهور یا نماینده خاص از او حق داره که بالا کنه که مو آغاز جشن نوروز است، آغاز روز نوروز است، این هم در قرن 20 میبینیم. بعد از دوره عبدالرحمن خان در قرن 20 میبینیم که همین سنت از که حاکم مشروع مملکت از لحاظ نمادین جنده را بالا میکنه، این تقریبا میبینیم که باز هم ستیت یا دولت تپ میکنه یا ست میخواد داخل یک جشن یک پدیده فرهنگی شود، تازه در خود از یادتر ارتباط ارگانیک داشته باشه که توده ها دیگه به این شکلی باقی ماند. ممروز که طالبان امروز ممنوع کردن یا مگر که تو ایدولوژیک است، من اصلا ترس ندارم که نوروز از بین بره و از خاطر دولت های افغانستان هم اله شکر که در نقش بسیار خوبی نداشتن تجلیل نوروز، چون نوروز یک پدیده مردمی عادی فرهنگی است. اگر دولت ها صاحب امتیاز از این میشن یا مثل تمام جشن های دیگر یا منحط میشد یا از بین میرفت، و چون یک پدیده هم است مزه خاطر بسیار خوش هستم که دولت ها در این نبود، ولی دولت ها مجبور هستند که از استفاده کنن تا اعلام مشروعیت کنن. دیگه من کنم ترس ندارم که نوروز در افغانستان از بین میره یا رژیم طالبی و تروریستی طالبا و زن ستیز طالبا و طور مثالی رو سرکوب میکنن. ما قبلا هم دیدیم در دهه 80 در دهه 90 و حالا میبینیمش، گفتیم مردم والله ما صابرین، فرق نمیکنه، ما از این دورم هم نگذریم. با سپاس از دکتر شریفی. البته خیلی جالب است وقتی به صحبت های استاد رهنما و استاد شریفی گوش میدیم، یک چیز را به صورت مشترک در بین صحبت های اینا من پیدا کردم، و اینکه جشن نوروز به عنوان یک جشن در بین مردم برای قرن ها
در بین مردم برگزار شده و جای نگرانی نیست. اگر جشن نوروز خاصه توسط حاکمان برگزار نمیشه، این جشن ادامه پیدا میکنه، به خاطر که این جشن وابسته به نظام سیاسی نبوده و یگانه چیزی که تداوم داشته است پیش از اسلام تا رشد اسلام و حکومت های معاصر همین جشن نوروز است. یعنی جشن نوروز بقایش حتمی است، ولی با آن هم جشن نوروز در افغانستان با آن که تجلیل میشه مردم ریشه تاریخش نمیدانن، در کشورهای ترک زبان هم مردم ریشه تاریخی نوروز نمیدانن. خب بس ایران فرق میکنه، در ایران مردم آواتر شدن نسبت به ریشه تاریخی و پیش از اسلام نوروز. میشه در رابطه به این کم تازه بدن که آیا تهدیدی در رابطه به باز تعریف یا معرفی دیگرگون نوروز وجود داره؟ مثلا به این شکل، اگر به یک بار دیگر پرس شما تر بکنم، آیا لازم است ما قناعت بکنیم به این که جشن نوروز به عنوان جشن بهار در دنیا به رسمیت شناخته شود، و یا اینکه ما روی ریشه‌های تاریخی این جشن تاکید بکنیم؟ و اگر کمی هم در رابطه و ناکامی نخبگان فارسی زبان در سطح بین الملل صحبت بکنه که چرا به جای آذربایجانی ها و ازبکستانی ها نخبگان فارسی زبان و ایرانی در معرفی جشن باستاری نوروز در سطح بین الملل پیش پا میستن؟ یه نکته این هستش که نوروز در حال قربانی شدن در بین جنگ ایران ستیزیه در ترکیه و آذربایجان هست، در رابطه با حتی طالبان امروز و حتی ایرانه، حاکمان فعلیه ایران ستیزی مانع از این میشه که توجهی که نیاز در کشوری مثل ایران به نوروز بشه از طرف حاکمیت اتفاق نمیفته. ببینید، حاکمیت در ایران دینی هست و اولویت رو به رسوم باستانی نمیده، به دنبال احیا و بزرگداشت آیین دینی هستش. برای همین در ایران ستیزی رو ما به طور خیلی ملموس داریم احساسش میکنیم. یکی از دلایل اینکه چرا ما دایه دار نیستیم، یه کشور دیگری میره ثبتش میکنه، کشور دیگری داره زنده نگهش میداره در همسایگی ما، اینه که آنچه که در دنیای مدرنیته امروز میتونه در ثبت و بزرگ داشته رسمی نقش آفرین باشه، حاکمیت هست. مردم اونقدر نمیتونن نقش آفرین باشن، مردم اون سنت رو حفظ کردن، سینه به سینه ادامه دادن و نگهش میدارن. اما آن کسی که میتونه بیا ثبت و ضبط کنه، بره سازمان ملل بیاد در کشورهای همسایه در بزرگداشتش بیاد یک کمگرایی ایجاد کنه، حاکمیت. خب حاکمیت ایران تمایلی به این موضوع خیلی نداره، همانقدر که پذیرفته و اجازه میداره. از ما همین رو هم باید شاکر باشیم، یک. و دو اینکه خوشبختانه حالا در حدی که رهبر ایران در اول سال نو در لحظات سال تحویل میان سخنرانی میکنن، تبریک میگن رئیس جمهور و رئیس مجلس، اینها نکته مثبتی هست. اما اگر فکر کنیم که این به نتیجه میرسه که ما در کشورهایی که در این گستره فرهنگی قرار دارن میتونیم قد علم کنیم، خیر، ما این توانایی رو به لحاظ قدرت سیاسی نداریم. اما به لحاظ نخبگانی و جمعیت روشنفکریمون میتونیم. ببینید، ما فراسرزمینی باید به مسئله نگاه کنیم. مسئله یک کشور من نیست. یک نوروز یک آیین باستانی، یک ریشه در سرزمین پدری داره که همه ما عضو اون بودیم، همه این کشورها در تاریخ و همه با همیم. این نکته مثبتیه که ما باید این رو درک کنیم و این باعث بشه ما همدیگر رو دوست داشته باشیم، مراسم رو با هم جشن بگیریم و یک پارچه بهش نگاه کنیم. این هم میترسونه اقتدارگراها رو، این هم باعث نگرانی میشه. هرچند اصلا سیاسی برخورد نمیشه، هرچند یک پدیده تاریخی سیاسیه، اما سیاسی که نمیخوایم برخورد کنیم. ما میخوایم یک رسم باستانیمون رو زنده نگه داریم، پویا نگرش داریم و به نسل بعدی انتقالش بدیم به بهترین شکل. برای این کار دست به حاکمان نمیشه. نکات خوبی رو کارشناسان و دکترایی که صحبت کردم، به خصوص آقای شریفی، گفتن چقدر خوب که حاکمیتی نیست در افغانستان، و من میخوام بگم خیلی خوبه که در ایران هم حاکمیتی نیست. وقتی حاکمیتی نیست، شاید دست ما کمی بسته باشه، ولی واسه نگه داشتنش
و بروز کردنش دستمون بازه، چون فرهنگ در اصل سینه به سینه منتقل میشه. اما این سینه به سینه با تکنولوژی جدید، با دنیای مدرنیته و حمایت دنیای مدرن بهتر میتونه شکل بگیره. اروپا، آمریکا، همه جا فکر میکنم هر فارس زبانی هست داره این مراسم رو برگزار میکنه، به رسمیت هم شناخته شده در سازمان ملل. اینکه حالا حاکمیت ها نخوان تن بدن مثل ترکیه بهش، چیزی از ارزش هایی که کم نمیکنه. اما برای اینکه ما برسیم به اون حلقه اتصال، نیاز به یک همگرایی داریم، نیاز به صحبت کردن داریم، نیاز به پیدا کردن راهی داریم که ما رو به صورت معنوی به اون سرزمین پدریمون وصل کنه. اینجا نقطه اتصاله خیلی خیلی سست شده، اونم به خاطر حاکمان اقتدارگرایی که تو سرزمین بزرگ پدری ما بوده، حالا هم که طالبان هست و حالا کشورهای دیگه. من فکر میکنم یه خورده خوشبینانه است اگر فکر کنیم ما میتونیم خیلی سریع، یعنی حتی جامعه نخبگانی میتونه تغییر مهمی رو شکل بده و ملموس، اما بدبینانه است اگر فکر کنیم ممکنه رها بشه و دستش بدیم. این اتفاق نمیفته، یعنی امکان اینکه نوروز به خطر بیفته، فرهنگ باستانی ما بهش خدشه وارد بشه وجود نداره، اما رسیدن به اون شرایط آرمانی بسیار دشواره. با سپاس دوباره از مهمانان عزیز، لازم است که برای جنبندی برنامه چند نکته را اینجا به شکل خلاصه و معجز خدمت شما عرض بکنم. اولا اینکه مهمانان ما به صورت کل روی این اصل تاکید داشتن که نوروز عامه، صرف نظر از اینکه نظام ها تغییر کرده، تجدید شده در بین عام مردم، و وابسته به نظام حاکم سیاسی نبوده، یعنی یگانه اصل یا یگانه جشنی که تداوم چند هزار ساله در تاریخ منطقه داشته جشن نوروز است. دوم این که ممکن این جشن توسط کشورهای ترک زبان هم تجلیل شود، ولی جایگاه این جشن برای فارسی زبان ها فرق میکنه، و خصوص صحبت های دکتر سبرهنما تاکید در صحبت هایشان دکتر سبرهنما تاکید بهی داشتن که نوروز حیثیت شناسنامه ملی را داره. همه همچنین در ایران امروز، در ایران امروز هم نوروز برای مدت 13 روز دیگه میشه که طولانی ترین جشن است و به عنوان بزرگترین جشن ملی پنداشته میشه. میشه گفت که ریشه‌های ایرانی و فارسی این جشن را نمیتونیم انکار بکنیم، و اگر کشورهای ترک زبان هم این جشن تجلیل میکنه، این رد میگیره و میراث سیاسی ایرانی که در بین ترک ها بومی شده. در رابطه با این که اسلام مدرن نه تنها تهدید به نوروز است، بلکه تهدید به اسلام تاریخی هم است. خب در صحبت های خود دکتر شریفی را تاکید کردن که اسلام مدرن یا اسلامیزم یک شکل بسیار تغییر یافته اسلام است، به این مفهومی که اولین ستیزش این اسلام مدرن با اسلام تاریخی میکنه. اسلام تاریخی هم اسلامی است که با مرور زمان بومی شده و با فرهنگ بومی عادت کرده و کنار آمده، صلح کرده، ولی این اسلام سیاسی یک قرائت نو از اسلام است که میخواد اسلام عراق، اسلام مصر، اسلام افغانستان، اسلام ایران، اسلام آسیا میانه یک شود، و این تنها از راه زدودن تنوع فرهنگی ممکن است، از راه مبارزه با فرهنگ ممکن است، و مبارزه با نوروز یا نوروز ستیزی یکی از بخشای این اسلامیزم یا اسلامگرایی نوین است. یکی دیگر از مواردی که در صحبت های مهمانای ما خیلی برجسته بود این است که نوروز ما را به یاد تاریخ مشترک ما میندازه، به یاد گذشته مشترک، و اصالتا باید مسئولانه در رابطه به فرهنگ نوروز بیندیشیم، در رابطه به پاسداری از این فرهنگ، در رابطه به نگهداری این فرهنگ، در رابطه به نشر و پخش این فرهنگ در بین توده ها نخبگان فارسی زبان باید پیشگام باشند و رسالتشان ادا بکنن، و امکان داره در آینده اگر ما بخواهیم یک چیز را به عنوان مصالح منطقه‌ای یا همسایگی
مسالمت آمیز مطرح بکنیم. یک از پایه های این دیپلماسی منطقه‌ای میتونه که جشن نوروز باشه و جشن نوروز آسیایی ها میتونه به عنوان یک جشن فرا ایرانی هم به دنیا معرفی بکنه با به رسمیت شناسن ریشه های آریایی این جشن. باز هم سپاس از این که با حوصله مندی شنونده و بیننده این برنامه بودین. دوستان عزیز، اگر کانال رادیو نوروز را عضو نشدین، با کامنت گذاشتن و لایک کردن این برنامه و همچنان سابسکرایب کردن کانال رادیو نوروز شنونده و برنامه بیننده برنامه بعدی کانال نوروز نیست باشین. باز هم سپاس.